رئیس جمهور باراک اوباما برای نخستین بار در برابر نظریه میت رامنی رقیب جمهوری خواهش که نزدیک به نیمی از رای دهندگان را وابسته به کمک حکومت خوانده بود و گفته بود که آنها خود را قربانی می دانند واکنش نشان داده است. برای تفصیل بیشتر در مورد این خبر همکارم برشنا عمرخیل با ما هستند. برشنا، 47% مردمی که رامنی با آنها اشاره کرده کیها هستند؟ برعکس بیانات میت رامنی که میگوید مردمی که مالیه نمی پردازند به هیچ وجه به وی رای نخواهند داد، بیشتر امریکایانی که مالیه نمی پردازند به شمول کهنسالان و باشندگان مناطق جنوب امریکا که بیشتر مذهبی هستند، اعضای مهم رای دهندگان جمهوری خواه می باشند. ولی میت رامنی، کاندید ریاست جمهوری از حزب جمهوری خواه، از سخنان جنجالی خود دفاع کرده است. رئیس جمهور باراک اوباما در پاسخ به رقیب جمهوری خواهش که در مورد 47% از مردمی که از پرداخت مالیه معاشاتشان عاجزان نگران نیست اعلان نموده، کسی که در قصر سفید به پست ریاست جمهوری انتخاب می گردد باید برای همه خدمت کند، نه برای یک عده محدود. آقای اوباما این سخنان را شام سه شنبه در یک برنامه مشهور تلویزیونی با میزبانی دیوید لترمن ارائه نمود. من نمیدانم که هدف وای چی بود، اما میتوانم این را بگویم. زمانی که در سال 2008 من برنده انتخابات شدم، 47% از مردم به جان مکین رای داده بودند. آنها برای من رای نداده بودند. من در شب انتخابات برایشان گفتم حتی اگر برای من رای نداده اید، من صدای شما را میشنوم و برایتان با جدیت ممکنه که توانسته باشم رئیس جمهور شما باشم کار خواهم کرد. زمانی که من در جریان سفر از جمهوری خواهان دیدار می کنم، آنها مردم پرکار و دوستدار خانواده اند که با احساس عمیق از این کشور مواظبت می کنند. توقع من این است که اگر شما آرزو دارید رئیس جمهور شوید، باید برای همه کار کنید، نه برای یک عده محدود. یک کلیپ ویدیویی خفیه ثبت شده میت رامنی نامزد جمهوری خواه را در یک محفل خصوصی نشان داده که به اعانه دهندگان کمپاین خود میگوید 47% رای دهندگان که طرفداران رئیس جمهور اوباما اند مالیه پرداخت نمی کنند، ولی باور دارند که مستحق کمک های حکومتی می باشند. آقای رامنی در جریان کمپاین جمع‌آوری پول به روز سه‌شنبه در یوتا تشریح نمود که وی با این سخنان سعی کرده تفاوت خود و رئیس جمهور را بیان نماید. طرز تماس او یک امریکا است که همه چیز به دولت متمرکز باشد. امریکایی که حکومت از دیگران بیشتر و بیشتر بگیرد و سپس به کسانی بدهد که گمان میبرد به کمک نیاز دارند. ما همه باورمندیم. کسی که در فقر و تنگدستی قرار دارد، ما با آنها کمک موقتی میکنیم. ما آنها را حمایت میکنیم، ولی ما با بازپخش ثروت معتقد نیستیم. آقای رامنی دوشنبه شب بلافاصله پس از انتشار این سخنان با دفاع از خود گفت در انتخاب کلمات به کار گرفته شده در این سخنان دقت نکرده است. در ضمن آقای رامنی به روز سه‌شنبه به هواداران خود گفته است فلسطینی ها به صلح علاقمند نیستند و اگر کشور مستقل فلسطینی تشکیل شود، ایران به کرانه غربی اسلحه ارسال خواهد کرد. این بیانات وی نیز به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است. و میت رامنی اخیراً در مورد شماری از اشتباهاتش به شمول عدم تذکر جنگ افغانستان یا سپاسگزاری از اساکر امریکایی در خطابش در کنوانسیون جمهوری خواهان، واکنش به مظاهرات ضد امریکایی در مصر و حمله مرگبار بر قنسلگری در لیبیا به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است. وی در نظر پرسی ها نیز از باراک اوباما عقب افتاده و در چندین ایالت به آرزوهای رسیدن وی به سمت ریاست جمهوری به دیده انتقاد نگریسته شده است.